حماس قصد داره چه برنامه‌ای رو پیش ببره؟ آیا میخواد فلسطینی‌ها رو راضی کنه و یا میخواد کابینه نتانیاهو رو زیر فشار قرار بده؟ چون یک مقام اسرائیلی میگه حماس با این کار میخواد حیله بزنه. راضی نگه داشتن فلسطینی‌ها که حالا اصلا قسمتی از میشه گفت مقوله حماس محسوب نمیشه. چند وقت پیش افتی از رسانه‌های خبری عربی با آقای حالا سینوار مصاحبه کرده بودن، گفته بود که ازشون پرسیده بودن آیا 20,000 کشته‌ای که غزه داده ارزش چنین کاری یا داشت؟ سینوار گفت تا 100,000 نفرم ارزش چنین کاری یا داشت در مورد همون هفته 10. به خاطر همین بعد از این حجمه بمباران و این درصد کشتگانی که دادن، اگر حماس هنوز هم با همون روشش ادامه پیدا میکنه، حالا منافع غزه‌ای‌ها رو من نمیدونم تا چقدر در نظر میگیره. این یک. دوم، از اون متاسفانه به خاطر سیاست‌های داخلی اسرائیل، سینوار در زندان‌های اسرائیل بزرگ شده، تحصیل کرده داخل زندان‌های اسرائیل، با اون مقوله مصاحبات خبری، آژانس‌های خبری، سیاست داخلی اسرائیل، فرهنگ داخلی اسرائیل بسیار واقفه. عبری زبان اصل، حتی اگر که کسایی که عبری زبان به زبان عبری خونده باشن، دیده باشن، حتی از قسمتی از اسرائیلی ها عبری سینوار بهتره. به خاطر همین تمام اون چالش ها و کنش ها و واکنش های داخل اسرائیل را میداند، حتی بهتر از قسمتی از اسرائیلی ها. به خاطر همین اون قسمت دوم بحث شما خیلی درست‌تره. میخواد تا جایی که میشه اسرائیل را، شهروندان اسرائیل ها، دولت اسرائیل را مقابل کابینه جنگی اسرائیل به چالش بکشه.